با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز که در این برنامه همراه ما هستید. بار دیگر خوش آمد میگیم به شما عزیزانی که با ما همراهی کردین در برنامه 22 نوامبر، اولین گرد همایی زنان موفق شهر تورنتو. دوستانی که تماس میگیرین، دوستانی که علاقمند هستین به این برنامه تشریف بیارین، در همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم که برنامه رایگان هست برای همه عزیزان. حضور و ورود همتون رایگانه. ضمن اینکه اسپانسرهای برنامه ما در واقع این رایگان بودن نتیجه حمایت و همکاری حمایت کنندگان این برنامه هست که خودشون از میان زنان موفق شهر هستند. مطمئنن تعداد بسیار زیادی زنان موفق دیگر هم در رشته های مختلف، در سطوح مختلف در واقع شهر و حالا بخش هنری، آکادمیک، بیزینسی وجود دارن که ما شانس این رو نداشتیم این بار میزبانشون باشیم، که حتما در برنامه های آینده یک به یک سعی میکنیم که پیداشون کنیم و به شما عزیزان معرفیشون کنیم. اما در این برنامه خاصی که روز 22 نوامبر تقدیم حضورتون خواهد شد، همطور که اشاره شد، به همت این عزیزان همه شما میتونین تشبیه بیارین، برنامه به نام معرفی زنان موفقه، ولی طبیعتاً حضور آقایون و حمایت شما عزیزان هم خانوادگی همه میتونین بیاین، این که بیاین و نشون بدین که قدردانی میکنین از حرکت بانوان ایرانی که از مهاجرت تا به امروز دوره آسانی رو طی نکردن، اما در میان این سختی ها کسانی بودن که با باورهاشون، با مقاومتشون تونستن به درجات خیلی خوبی برسن در این کشور، در جایی که ما زندگی میکنیم در تورنتو کانادا. و ما تصمیم گرفتیم با در واقع شریک شدن تجربیات زندگی این عزیزان و راز و رمز موفقیتشون و باورهاشون با شما شریک بشیم، که شاید خیلی ها مجبور نباشن این راه سخت رو طی کنن و بتونن از تجربیات این دوستان استفاده کنن. بسیاری از این حمایت کنندگان در جایگاه خودشون افرادی هستند که در شهرهای مختلف سالهاست اعتبار دارن، کار میکنن، نیازی به تبلیغ ندارن، ولی موقعیتی است که بتونن با جامعه امروز خودمون، جامعه ایرانی که در تورنتو زندگی میکنن، بیشتر آشنا بشن و شناخت بهتری از هم پیدا کنن. اسپانسر در واقع هر برنامه یک سری اسپانسر خاص داره و یک سری اسپانسرهایی که در ادامه دست یاری میدن و این برنامه رو به انجام میرسونن. اسپانسر اصلی برنامه که در واقع گیف سرتیفیکیت های ورود شما عزیزان رو خواهند داد، در اطلاعیه متوجه شدین که $50 گیف سرتیفیکیت به هر نفر که تشبیهن اونجا هم هدیه داده خواهد شد، که این هدیه از طرف دو اسپانسر اصلی برنامه ما هست که امروز به شما معرفی میشه. حضور یکیشون در برنامه امروزه و عزیز دیگر رو در برنامه دیگر میزبان خواهیم بود به زودی. این دو عزیز با هزینه‌ای که گذاشتن در واقع به دست یاری به همه هم دوستان بانوان موفق در شهر دادن که بتونن دست دست هم این $50 هدیه‌ای که میگیرین در سالن هتل شایتون از غرفه های مختلف با پروموشن هایی که خواهند داشت، آنچه که برای شما برمغان آوردن، میتونین اونجا در واقع خرید بکنین یا استفادهش کنین و تاریخ هم نخواهد داشت. خود اسپانسرها جوایزهای خیلی خوبی برای شما در نظر گرفتن، سعی کردن که یک روز استثنایی رو در واقع موفقیتشون رو با شما در کنار شما جشن بگیرن. فضای خیلی زیبایی است، برنامه های بسیار متنوع که در همین جا داره. دو اسپانسر اصلی ما خانم حوری سلیمانی هستن و خانم زینا شکرابی که امروز در برنامه خانم حوری سلیمانی شرکت دارن. البته ایشون رو وقتی عکسشون رو جایی ببینین یا میبینین گفته میشه حوری سلیمانی به همراه عرض پردیس. عرض پردیس یک قصه شنیدنی است که یکی از به حال بیزینس های خوب ما در شهر، قابل اطمینان، ولی چرا به خانم سلیمانی رب پیدا میکنه، شاید بهتر باشه قصهش رو از زبان خودشون بشنویم. اجازه بدیم بهشون خوش آمد بگیم، گپی داشته باشیم با ایشون و ببینیم که از کجا شروع کردن، کی آمدن، چی شد که امروز تونستن به جایی برسن که حداقل احساس خودشون موفقیت و جامعه موفقیتشون رو میبینه که معرفیشون کنه. خانم سلیمانی عزیز، عرض سلام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید. خیلی متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور همه بینندگان عزیزی که
شاهد برنامه ما هستن و کمال تشکر رو دارم از خانم احمدی که زحمت این برنامه رو کشیدن و جناب آقای خردمند که واقعا پشتوانه بسیار بسیار بزرگی برای تداوم برنامه و درستی اجرای اون هستن. بسیار هم ممنون از شما. ما باید تشکر کنیم برای دست یاری دادن شما به ما که به هر حال گفتم موفقیت رو هر کسی یک جوری معنی میکنه، ولی در شهر اعتبار و اطمینان مردم به نظر من یعنی موفق بودن. بله و شما که به هر حال یک دوره طولانی رو در این شهر گذروندین، چه در بیزینس خودتون چه در بیزینسی که در حال حاضر مشغول کار هستین به اتفاق همسرتون و خانواده و خانواده یه که به هر حال هر کسی که کار خانوادگی میکنه، خانواده هایی که به هم کنار همان آدم خیلی لذت میبره. یعنی تازه موفقیت اصلی رو میبینی که وقتی خانواده پشت سر همه، وقتی دو برادر یا فرزندان یا پدر و مادر یک فاصله بینشون میفته، یعنی اونجا دیگه قصه تلخ مهاجرت شروع میشه. اونی حال چه تو کشور خودمون باشیم چه اینجا، غمه، قصه است، ولی پیوستگی و کنار هم کار کردنشون یعنی موفقیت. دقیقاً همینطور. خب بفرمایید که خانم سلیمانی عزیز چه سالی به کانادا اومدید؟ ما در واقع 19 آگوست سال 1997 روزی بود که برای اولین بار به کانادا اومدیم. غروبی بود که با ترافیک خیلی زیادی روبرو شدیم و برای ما خیلی جالب بود. همه چی یادم. بله دقیقاً. ولی چه سال جالبی. 1997 من کارم با رادیو آغاز کردم. واو چقدر جالب. چه تصادف جالبی. خب و چه شد؟ و شروع کردیم به کار کردن مدام. ضمن صحبت‌های خودتون یک مسئله‌ای رو مطرح فرمودید که من واقعا لازمه تایید بکنم و تأکید بکنم که موفقیت ورای موفقیت بیزینسی و پول درآوردن هست. همیشه به ذمه من که مادر هستم و همسر هستم و فرزند هستم، وقتی که یک ترکیب مناسبی از همه اینها رو آدم بتونه در زندگی خودش داشته باشه و به هر حال یک بالانس زیبایی رو بین قسمت‌های مختلف زندگیش ایجاد بکنه، اون میشه موفقیت. من اولا تشکر میکنم از اینکه شما منو یکی از زنان موفق جامعه کانادایی میدونید. خودم این احساس رو همیشه داشتم و دلیل موفقیتم رو این میدونم که خیلی تونستم در زندگی دیگران مثمر ثمر باشم. هزاران پرونده موفقی که در مسیر مهاجرت داشتم و خانواده های بسیار محترمی که الان ارتباطشون تنگاتنگ با من هست و مهاجرت و مسیر مهاجرت رابطه کاری ما رو تبدیل به رابطه دوستی کرد. ولی کنار اون قضیه یکی از دلایلی که من واقعا به دیده موفقیت میبینم اینه که جامعه خودم رو، جامعه اطراف خودم رو آدم‌های سالمی می‌بینم و همیشه چون که اعتقاد دارم هر عملی یک انسان انجام میده عکس العمل همون رفتارش رو می‌بینه، از اینکه جامعه کوچیک اطراف خودم به هر حال در سلامت نفس هستن، این بزرگترین موفقیت برای من. اصلا هم شما هم در صحبتتون مطلبی رو گفتین که من حیفم میاد دنبال نکنم و این بود که سودتون به بقیه. ما اگر آدم موفقی به تنهایی باشیم خب بیفایده است. خب بله خیلی از هموطنان ما، من مطمئنم با تماس هایی که داشتیم بسیاری از ایرانیان عزیز که در کشور عزیزمون یا در جاهای دیگه زندگی میکنن خوشحال میشن از این که ببینن یک ایرانی جای پیشرفت کرده و... ولی اینا همه در لحظه است، در قلب ما میمونه. اما اون چیزی که به واقعیت نزدیکه اینه که موفقیت واقعا باید سود انسان به یکی دیگه هم برسه. حقیقت. چجوری شما میتونین تنهایی خودتون احساس کنین که همه چی دارین؟ کسانی که در شغلهای برحال کلیدی هستن مثل شما که مثلا با سرنوشت مردم واقعا دست و پنجه صادقانه همینطوره. مهاجرت یعنی سرنوشت، عوض شدن یک
سرنوشت و شروع یک زندگی تازه پدیده آسانی نیست. بارها بارها صحبت کردیم که چه مشکلاتی رو داره. همه هم نتونستن متاسفانه از بار سنگین این مهاجرت به راحتی رد بشن و خیلی آشانه خم کردن، کمر خم کردن، ولی میخوایم در واقع پیام آور این باشیم در این برنامه و کسانی مثل خانم سلیمانی که قبول کردن که در این پیام شرکت کنن، به این دلیلی که در واقع میخوایم بگیم میشه، همه میتونن، پس باید بخواین. شانس نیست، لاتاری نخریدیم، انتخاب کردیم، یک راهی رو انتخاب کردیم و ایشون هم از تجربه خودش براتون میگه. خانواده به نظر من به هر حال کنار هم بودنش یک رکن اصلیه. دقیقاً همینطور. ولی شاید خیلی ها نتونن. خود جدایی به تنهایی زجرآور نیست. بله. ولی نوع جدایی مهمه. چگونه جدا شدن و چه روابطی رو بعد از اون داشتن، چه فضایی رو برای فرزندان ایجاد کردن. ولی خب شما به هر حال در این ساختار زندگی شانس این رو داشتین که همسری خیلی خوب دارین. من افتخار آشناییشونو دارم. بچه های خوبی دارین؟ چند فرد دختر؟ یک دختر یک پسر درسته؟ بله، بچه های ما، همسرم آقای شفیعی که ارز پردیس رو ارز پردیس شروع میشه از اینجا. بله، ارز پردیس رو در واقع در کنترل دارن. دخترم بهنوش که همراه ایشون هستن، کمکشون میکنن، و پسرم بهروز که در واقع کار من رو کمک میکنن، خودشون تحصیل کردن، فارغ التحصیل شدن. بله، و همینطور دارن ادامه تحصیل میدن. بچه های بسیار بسیار مهربانی دارم، شکر خدا، و همسرم حقیقتا میتونم به جرأت بگم که یکی از بهترین انسان هایی که میشه در کره زمین پیدا کرد. و دلیل این خوبی ایشون اینه که همیشه به حق خودشون قانعن، هرگز تخطی در اموال مردم نکردن. من تجربه‌ای که داشتم وقتی اعتماد پدر و مادر همسرم رو به ایشون دیدم، طی سالها متوجه شدم که انصافاً باید یک فرزند خیلی خیلی منصف باشه که پدر و مادر کاملاً و در بست بهش اعتماد داشته باشن. و بعد این در طی سالها نزدیک مسائل مالی بسیار هست. دقیقاً. و الان و همینطور ایشون بین خانواده خودشون، خواهر برادر دیگه هم همینطور، حسن خوبی، حسن، دقیقاً این حسن صداقت رو دارند. و من هم حقیقتاً طی 27-8 سالی که با ایشون زندگی کردم خیلی خوب اینو متوجه شدم. به هر حال خانم احمدی، موفقیت به نظر من، همیشه گفتم و باز هم میگم که موفقیت بعد از اینکه انسان مهاجرت میکنه اینه که خانواده بتونن با گذشتی که نسبت به همدیگه دارن روابطشون رو حفظ بکنن. اگر نه، اگر دنبال یک زندگی آرمانی باشیم و یک زندگی ایدئالی که فقط در قصه ها هست رو دنبالش بگردیم، هرگز پیدا نمی کنیم و همونی هم که داریم از دست میدیم. به همین دلیل هست که من همیشه آرزوم اینه و هر تلاشی که به عنوان یک زن ایرانی که مهاجرت رو در طی سالها با گوشت و پوست لمس کرده، همیشه اینو میگم که اگر ما بتونیم در حق همدیگه مهربان باشیم، خیلی وقتا بچه های ما نجات پیدا میکنن. اگر ما ادعا میکنیم که مهاجرت کردیم برای بچه هامون، پس اولین کاری که میکنیم اینه که انقدر در حق بچه ها مهربان باشیم که با همسرمون صحبت کنیم و نه دعوا. زندگی میدان جنگ نبوده و نیست، و وقتی که زن و شوهر با هم دیگه به گفتگو میشینن، مسلماً راه حلی برای مشکلاتشون کاملا درسته. به هر حال تجربه شما این رو میگه که گفتمان همیشه جواب میده. همیشه. صداقت در کار مقصد. حالا بد نیست که اینجا هم تبریک بگیم به آقای شفیعی، چون به هر حال کار ارزی کاری است که با سرمایه مردم در تماس و مستقیما، یعنی این دیگه واقعا صداقت و سابقه اینو میخواد که وقت شما میرین، خیلی ها میرن دنبال نرخ،
نرخ حالا چقدر بالاست چقدر پایین، یه تومن بالا یا پایین، یه تومن میگن. ولی حقیقتاً بعد از سابقه‌ای که اتفاقایی که در این شهر افتاد، حالا آمریکا خیلی با این مسئله مشکلی نداره چون سال‌هاست از این مسئله به دورن، اصلا نمیذاشتن انتقال مالی صورت نداشته این سیستم رو. در تورنتو کانادا مخصوصاً یا در کانادا، خب این سیستم خیلی رواج داره و اتفاقای خیلی عجیب و غریبی افتاد. ببینید، من همیشه میگم صاحب بیزینس ممکنه شما این رستوران خوب برین و بهترین غذا رو بخورین، ولی من همیشه برام مهم بوده که صاحبش کیه، از کجا این پول داره میاد، چجوری اینایی که کار میکنن اینجا آیا حقوقشون داده میشه، آیا راضی هن این غذایی که بهترین غذا میاد جلوی شما. ولی من مثلا خودم نگاهم اینه به قضیه، برای من این کار ارزی که دیگه نگاه شما 100% باید به این باشه که پولو به دست کی میدین، چون اصلا این سیستم کنترلی نداره جز اطمینان، غیر از اطمینان. داشتیم نمونه های بسیار زیادی، ما چندین ارزیه خیلی خوب به هر حال قدیمی و معروف داریم که خوشبختانه فکر میکنم آقای شفیعی هم ارز پردیس هم که به هر حال حالا شما مدیریتش رو ایشون دارن، ولی به هر حال در کنار کار بیزینس خود ماست دیگه، فرقی نمیکنه. به هر حال این رو قبول دارین که نرخ در بازار اگه یکسان باشه مردم انتخاب راحت تری خواهند داشت و به دنبال این نمیرن که اگر میبینین یه جا کمتره و گرونتر ارزونتره حسابی درشه، و یعنی اونایی که کار ارزیه درست دارن انجام میدن همه روی سیستم پیش میرن. و برای اینکه همه میلیون میلیون ندارن که در روز برای شما مبادله کنن، هر کسی یه مشتری داره، ولی مشتریانی که به هر حال به دنبال این هستن که خیالشون راحت باشه. و خوشبختانه در این دوره‌ای که آقای شفیع ارز پردیس رو احداث کردن، خب در یه دوره کوتاه معروف شدن و اطمینان مردم رو جلب کردن کار آسونی نیست. خب همش برمیگرده به سابقه کاری شما، به اینکه مردم خود شخص رو بشناسن. وقتی شما خود شخص رو بشناسین خب خیلی فرق میکنه در سرویسی که میگیرین. به هر حال من خوشحالم، متشکرم که هر چقدر بیزینس های سالم و خوب شهر ما بیشتر و بیشتر بشن، کار ما آسان تر میشه، کار ما راحت تر، در کنار هم به راحتی به هم اطمینان میکنیم، کارمون رو با یک تلفن انجام میدیم. و واقعا ما دورهایی تو این شهر داشتیم که خیلی ها خیلی ضررها کردن، خیلی ها دور شدن از جامعه ایرانی، حقم داشتن، صدمه دیدن در رشته های مختلف و نتونستن تحمل کنن، دور وایسادن، ترسیدن. ولی همین که این برنامه ها بتونه افراد سالم و خوب رو به شما نشون بده، معرفی کنه، بیاین از نزدیک ببینینشون، سابقه کارشون دنبال کنین، نتیجه این که از کجا آمدن، چجوری وایسادن این همه سال، این اعتبارها به هر حال آسون به دست نمیاد، یک روزه به دست نمیاد. و اینجاست که اگر همدیگر رو پیدا کنیم خیلی راحت تر در کنار هم زیم، همه موفق میشن. حقیقتا این میشه موفقیت که چرا یک نفر نیست و همه هستن. به هر حال من ممنونم از شما، از حمایتتون، از برنامه، از استقبالتون. میدونم هدایای خیلی خوبی براتون در نظر گرفتم، قرعه کشی خواهند کرد در روز 22 نوامبر. تشریف بیارین، به هر حال برنامه رایگان برنامه خوشایندیه که همجا باید تشکر کنیم از شما و حمایت کنندگان دیگر که فضای انجام این کار رو برای ما ایجاد کردیم. من خوبی خواهد بود انشالله. من فقط یک نکته ای رو حقیقتا خیلی تمایل دارم که اضافه بکنم و اونم این مسئله هست که مردم جامعه کوچیک ایرانی کانادایی انسان‌های بسیار عادل و نیک پندار و نیک گفتاری هستم و من برخلاف خیلی از در واقع تفکراتی که این رو سعی میکنه نفی کنه و همیشه از جامعه گریزی و از گرد هم بودن ایرانی ها احساس انزجار میکنن، من خلاف این رو همیشه تبلیغ کردم و گفتم اگر ما موفق میشیم و اگر که میتونیم یک سری ثبات مهاجرتی برای خودمون داشته باشیم که بتونیم اطمینان پیدا کنیم که جامعه رو به رشده، رو به موفقیته و هر گونه گردش مالی و گردش احساسی حتی در جامعه ما میتونه مثمر ثمر باشه، به این شکل نیست که ما همیشه بذر نفاق بپاشیم و دوستی درو کنیم، باید
بذر دوستی پاشیده بشه. باید تشویق بکنیم با هم بودن رو و جشن بگیریم موفقیت رو. و صادقانه تنها جمله‌ای که میخوام اضافه بکنم اینه که خودم، همسرم و بچه های من بعد از سالها که در کانادا بودیم، وقتی عصر از کار خسته میریم خونه، فقط اون چیزی که سعی میکنیم با همدیگه صحبت بکنیم مهربانی های مردمیه که در اطراف ما هستن. اگر از کسی دل زده بشیم هم سعی میکنیم صحبتش رو نکنیم، به خاطر اینکه به هر حال محبت میاره و باید بچه های ما یاد بگیرن که هموطنان خودشون رو دوست داشته باشن. من هم تشکر میکنم از شما مجددم و جناب آقای خردمند و همه عزیزانی که به برنامه ما میان. ما هم در خدمتتون هستیم، هر کاری که در توانمون باشه برای شما کردیم و سعی خواهیم کرد که در سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی و ارض پردیس برای شما انجام بدیم. راهنمایی ها و محبت های شما همیشه برای ما نهایت ساپورت و مهربانی بوده و از همینجا از تک تک شما عزیزان تشکر میکنم. بله دوستان، روز 22 نوامبر یک شنبه چشم رای شما خواهیم بود. فرصت خوبی خواهد بود این دوستان. خب حالا ارض پردیس رو میتونین به دیدنشون برین در پلازا ایرانیان، راحته، خب هستن اونجا و با یک تلفن حتی. ولی خانم سلیمانی، دوستانی که در این رشای کاری هستن معمولا سرشون شلوغه. من خودم تلفناشون رو که ازم میگیرن میگن به سختی جواب میدن. خب گاهی هستن، گاهی برای مصاحبه میرن و در جای مختلف سفر میکنن. شاید یکی از بهترین فرصت ها که از نزدیک باشون آشنا بشین و بیشتر شخصیت خودشونو بشناسین و میتونه دوست خوبی براتون باشه در کنار. به هر حال حالا شما شاید مهاجرت هم گرفتین، نیازی به سرویس مهاجرت نداشته باشین، ولی میتونه یک دوستی خیلی خوبی باشه و شناخت بهتری. و اگه طبیعتاً مشاوره چیزی نیاز دارین، شاید یکی از فرصت‌های طلایی باشه که به راحتی تمام روز اونجا خواهند بود و با شما به همراه خواهند بود. خوشحال خواهیم بود که میزبان همه شما عزیزان باشیم. خانم سلیمانی، سپاس فراوان. سپاس از شما و خدا نگهدار هموطنان عزیزم.